به نام خدا سلام به شما بیننده های عزیز آرزو می کنم هر جایی که هستید سلامتی و شادی همراه شما و خانواده عزیزتون باشه امروز هم اومدیم از دریچه برنامه پخت و پز مهمون منازل شما شدیم به اتفاق جناب آقای بهرامی سراشپز خوب برنامه با یک غذای دیگه یک دستور پخت دیگه سلام سلام خدمت همه بینندگان عزیزی که آماده ان یک غذای جدید رو با هم مرور بکنیم و این غذا یه خورده برای این فصل در تراس ها میشه استفادهش کرد یا داخل منزل اما خیلی دود زیادی ایجاد نمیکنه کبابی که امروز میخوایم در خدمت عزیزان باشه کباب داریم با. یکی از اون غذای سنتی و پرطرفدار ایرانی البته چون تو فصل پاییز و زمستان در واقع میشه از دریایی ها خیلی زیاد استفاده کرد امروز کبابمون رو از جنس ماهی در چه ماهی از قربان ماهیش میتونه ماهی های بدون استخوان باشه میتونن از ماهی تیلاپیا از ماهی شیر از ماهی های استخوان درشت ماهی تون و غیره استفاده بکنن که بیشتر ماهی شیر در دسترس است و از ماهی های در واقع شمال هم ماهی های خاویاری میتونن از گوشتش استفاده بکنن با همین دستور سوسی که الان شما میفرمایید اینو میتونن برای گوشت های مختلف استفاده کنن این برنامه رو حتما ببینید مطمئنم لذت میبرید میتونید ماهی های خوشمزه ای رو تو منزل خودتون درست کنید برای پخت یک کباب خوشمزه اولین مرحله چیه؟ اول که باید بدونیم آقا این موادش چیه؟ اصلا این ماهی رو باید تو چی بخوابونیم؟ این سس چیه؟ آقا بفرمایید مواد لازم برای این سس خوشمزه ای که میدونم ما به خاطر اینکه دستپخت شما رو امتحان کردیم اینجا بینندگان عزیز آقای برنامه کارش یکه لطف فرین شما با مواد لازم شروع بکنیم مواد لازممون از ماهی فیله شده بدون استخوان ماهی های شمال یا جنوب الان ماهی شیر خیلی در دسترس میتونید تقریبا همه استفاده بکنید بله فقط ماهی های شمال و جنوب توی مزهدار شدن یه مقدار فرق میکنن که الان خدمتون در ادامه عرض خواهم کرد 500 گرم ماهی فیله شده نیاز داریم از پیاز استفاده می‌کنیم یک عدد پیاز متوسط فلفل دلمه ای رنگی نیاز داریم سبز یکی از رنگ‌ها باشه میتونید رنگ‌های دیگر رو به دلخواه استفاده بفرمایید چون عطر و رایحه فلفل سبز رو برای مزهدار کردن دارد دارد. میخوا. سیر یک تا دو حبه زنجبیل یک سانتی متر مکعب کنده یعنی اندازه یه حبه قند کندش. اما از زعفران دم کرده میتونید یک قاشق غذاخوری استفاده بکنید اگر دوست دارین که رنگ ماهیتون کمی تغییر بکنه میتونه یه بخشی از اینها رنگ شده و یه بخشی بدون دبغ زعفران استفاده بشه لیمو هم عنصر بعدی است که برای گرفتن بوی زهم ماهی ازش استفاده میکنیم یک تا دو عدد و همچنین از روغن مایه گیاهی تقریبا یه چیز حدود 75 میلی لیتر تا 80 میلی لیتر و سرکه سفید هم دو تا سه قاشق غذاخوری بسته به شدت و طعم سرکه نمک و فلفل سیاه هم ادویه های نهایی غذا رو تشکیل میدن روغنمون میتونه روغن زیتون باشه میتونه ولی روغن زیتون رو بهتر رو سالاد استفاده کنن عزیزان چون وقتی میخوایم پخت و پز انجام بدیم کلی از این روغن در واقع توی همون سس مرینید باقی میمونه و دور میشه, میشه. مرحله اول مرحله اول باید من قبل از اینکه حالا تختم آغشته بشه به در واقع طعم ماهی فلفل های دلمه ای رو باید قطع بندی بکنم مکعبی برششون میزنم برای آنکه فلفل های دلمه ای بتونن به راحتی در واقع به صورت نواری برش بخوره من ابتدا و انتهاشو میزنم از این دو قسمت برای زهم کردن ماهی می استفاده میکنم فلفل رو دور نمیریزیم خیر اون بخش رو برای مزه کردن سس مرینه ایدم و از قسمت های داخلی برای برش هایی که میخوام ماهی رو یک در میان با این فلفل ها برش بزنم این قسمت های سفید رو حتما عزیزان لطفا دور بریزید چون حالت اسفنجی داره خیلی مناسب کار ما نیست فلفل دلمه ای رو به قطعاتی که هم اندازه ماهی که میخوایم برش بزنیم باید قطعه بندی کنیم قطعات مستطیلی یه بخشی از این فلفل دلمه ای ها رو برای مزهدار کردن نیاز دارم برای مزهدار کردن کمی درشت اینها رو برش میزنم خیلی قطعات رو ریز نمی کنم که بعدا بتونم به راحتی خارجش بکنم پیاز رو هم باید برش های خلالی بهش بزنم که بعدا به راحتی قابلیت جدا شدن از مواد اولیه رو داشته باشه من این توضیح کوتاه بدم چرا تاکید دارن های بهرام جدا بشه برای که وقتی شما ریز ببرید اینا به گوشت کبابتون حالا چه مرغ چه ماهی چه گوشت قرمز میچسبه در نتیجه میسوزه کباب خوشتمی نخواهید داشت درسته استاد اصلا همینطوره ممنونم از توضیحتون تا شما دارید این مواد رو آماده می‌کنید من این یک توضیحی راجبه کبابپزی که امروز تو برنامه داره استفاده میشه خدمت شما و عزیزان بیننده میدم اما بینندگان عزیز امروز میخوایم از این کبابپز خوب و کارا استفاده کنیم کبابپزی که اولین ویژگیش اینه که هم با گاز شهری کار میکنه هم میتونید با گاز کپسول از اون استفاده کنید هم میتونید توی طبیعت موقعی که با خانواده تشریف بردید فضای بیرون شهر توش زغال بریزید و به عنوان یک منقد زغالی از اون استفاده کنید این کباب پز وقتی یه مقدار آب بریزید داخلش دیگه دود نمیکنه به راحتی تو فضای آپارتمانتون تو داخل خود آشپزخونه هم میتونید ازش استفاده کنید به واسطه داشتن لعاب قوی رنگ و زیبایی خودش رو هم از دست نمیده این محصول خوب و با کیفیت و کارا قیمتش 299 هزار تومنه اما با 100 هزار تومن تخفیفی که توی برنامه پخت پز وجود داره از طرف تولید کننده به خاطر خرید مستقیم شما شما میتونید با 199 هزار تومن برای خودتون این کباب پز خوب و کارا رو سفارش بدید اما سفارشم هم به این صورت هست شما میتونید همین الان تلفن همراه رو بردارید و عدد 6 رو به سامانه 109666 ارسال کنید با شما تماس میگیرم و محصول رو هم در منزل بهتون تحویل میدن میریم سراغ ادامه پخت کباب ماهی با جناب بهرابی اما برای مزهدار کردن من باید یه مقدار از پوست لیمو ترش هم, هم استفاده کنم به همراه خود آب لیمو ترش پوست لیمو ترش رو کمی برش میزنم برای قسمت های داخلی سس مرینه ایدم سس کننده این رو هم اضافه میکنم به ترکیب پیاز و فلفل دلمه‌ای و نمک و فلفل کمی هم از آب لیمو ترش هم میخوام استفاده بکنم اما قبل از اون یه مقدار سیر رو هم نیاز دارم که برش بزنم به همراه کمی زنجبیل اینها رو هم کمی درش برش میزنم که بعدا به راحتی بتونم خارجش بکنم از داخل بافت ماهی و نچسبه به ماهی که موقع پخت حالت سوختگی توش به وجود نیاد زنجبیل رو هم به همراه سیر به مواد قبلی اضافه میکنم فقط کافی فلفل‌های های دلمه ای رو هم که خرد کردیم آب لیمو ترش و همچنین از سرکه سفید کاری که این دوتا عنصر با هم انجام میدن اگر ما فقط از سرکه استفاده کنیم ته گلومون تندی حس میکنیم از همه غذا اگه فقط آب لیمون استفاده کنیم ته گلومون تلخی حس خواهیم کرد وقتی ترکیب هر دو رو استفاده میکنید دیگه نه تلخی و نه تندی خیلی زیاد حس میشه این مواد رو با هم ترکیب میکنیم اگر از اون میخوان سریعتر آماده شه یه خورده اصلا ماساژش بدن با دست این کار باعث میشه سریعتر مزه به خورده هم دیگه بره توی این فاصله ما باید ماهی رو هم قطع بندی بکنیم قطعات ماهیمون رو به قطعاتی برش میزنیم که بتونیم اونها رو به سیخ بکشیم قطعاتی که تقریبا حدود 4 تا 5 سانت طول داشته باشه و یه چیزی حدود 2 سانت یک کنیم تا 2 سانت هم قطر اون باشه ماهی ها رو میچینم کنار هم که وقتی برش میزنم تقریبا این اندازه برش هم یک سان آب در بیاد یه نکته دیگه اگر دیدین یه قسمت ماهی نازکتر هست و یه قسمت حالت مسلسی پیدا میکنه میتونید دو قسمتی که شبیه حالت مسلسی هستن به صورت مخالف کنار هم قرار بدین تا بتونه یه برش مکعبی مناسب ازش ایجاد بشه ماهی ها رو هم آماده می‌کنم داخل سس مرینیت هم قرار خواهم داد و اجازه می‌دم که مزه دار بشه اگر که اگر که دلتون خواست از زعفران هم استفاده کنید الان وقتشه ولی من میخوام یه بخشی از اینها رو بدون زعفران آماده بکنم باید اجازه بدید موادمون مرینید بشه یه سی دقیقه تا یک ساعت بدون روغن و میتونه سی دقیقه تا یک ساعت هم با روغن بسته به دواقع بافت گوشت ماهیمون باید استراحتش بدیم داخل یخچال و بعد از اینکه این اتفاق افتاد فقط من برای اینکه سریعتر بتونم این کار رو انجام بدم و در واقع پخ رو زودتر شروع بکنیم خیلی زودتر در واقع قبل از اینکه این مرینید استراحت بکنه با ماهی این کار رو انجام میدم که نحوه کار رو با هم داشته باشیم یک در میان یه دونه فلفل قرمز یه سبز یا نارنجی یا رنگ های مختلف سبز حتما یکیش باشه حالا رنگ دوم رو هر آنچه دلتون خواست میتونید استفاده کنید حتما هم برش های لیمو و مواد دیگر رو از روی تکه های ماهی جدا میکنیم تا اینها رو من آمادش بکنم در خدمتتون هستیم جان خداوردی ممنونم از شما جناب بهرامی و ممنونم از شما بیننده های عزیز که دارید برنامه رو دنبال میکنید همونطور که دیدید الان دیگه در واقع ماهی ها قرار هست به سیخ کشیده بشه اما اون ماهی هایی به سیخ کشته شده باید با این کبابپز خوب و کارا پخته بشه این کبابپز هفت تا سیخ کوبیده داره هفت تا سیخ جوجه داره اینا سیخ های پهن و باریک هست و از جنس استیل درست شده این قطعه که میبینید یک موتور هست که به طور اتوماتیک سیخ های کباب رو برای شما میچرخونه لازم نیست شما پای منقل بشینید و بخواید مدام سیخ ها رو از این رو به اون رو کنید با گردش یک نواخت سیخ کباب توسط این موتور میبینید با فشار یک کلید شروع به کار میکنه شما کبابی دارید که یک دست پخته شده اینطور نیست که یه طرف پخته باشه یه طرف سوخته اما چهار تا پایه داره شما اگر خواستید مثل ما روی کانتر استفاده کنید پایه ها رو باز میکنید همینطوری این کباب پز رو میذارید روی کانترتون یا توی آشپزخونه روی گاز هم میتونید استفاده کنید اگر رفتید در طبیعت خواستید با خانواده از طبیعت لذت ببرید این چهار تا پایه رو هم میتونید نصب کنید زیرش و به صورت یک بنقل پایدار از این کباب‌پز خوب و کارا استفاده کنید قیمتش 299 هزار تومنه اما با 100 هزار تومن تخفیفی که در این برنامه وجود داره برای شما بیننده های عزیز میتونید با 199 هزار تومن صاحب یک کباپز خوب بشید که به طور اتوماتیک سیخا روی آتش میگرده برای سفارش کافی تلفن همراه رو بردارید و عدد 6 رو به سامانه 1096 ارسال کنید. با شما تماس میگیرن این محصول خوب و کارا رو در منزل بهتون تحویل میدن من میرم اینجا تو آشپزخونه یکم کمک آقای بهرام میکنم خب همونطور که میبینید الان سیخ روی منقل چیده شده من یه مقدار آب میریزم از بغل تو این کباب هست. اما چرا این کار رو کردیم؟ شما وقتی که این مقدار آب رو کف این کباب پز می‌ریزید دیگه دود نمیکنه. به راحتی می‌تونید توی ساختمان ازش استفاده کنید چون روغنی که چک می‌کنه داخل اون آب میره نه کف فلزی داغ. بسیار عالی کباب باید حتما کباب داغ شده باشه. اگر از کباب پز زغالی استفاده می‌کنید حتما کاملا زغال‌ها سرخ و اگر از کباب پز گازی استفاده می‌کنید حرارت خوبی رو حس بکنید. بعد سیخا رو قرار بدید که گوشت شروع کنه آب درون بافتی رو حفظ کردن چون اگه حرارت پایین باشه از اول ممکنه که آب درون بافتی رو از دست بده کباباتون خشک بشه اما اجازه میدیم که کباب پختش انجام بشه و در خلال پخت میتونید کمی با روغن مایع چربشون بکنید در صورت که نیاز داشته باشه اما اگر روغن زمان مارینیت کردن کفایت بکنه که معمولا این گونه است دیگه فقط اجازه میدید پخت کباب‌ها انجام شه آخر سر هم میتونید یه سس تشکیل شده از کمی کره آب کرده حدوداً 15 گرم کره آب کرده و چند قطره لیمو ترش به همراه کمی نمک و فلفل مزه نهایی رو به کبابتون بده امیدوارم که لذت ببرید از درست کردن کباب و خوردن اون با خانواده اما همونطور که میبینید احتیاجی نیست با این کباب از من یا آقای بهرامی بخوایم سیخا رو مرتب از این رو به اون رو کنیم چون خودش به طور اتوماتیک با این موتور داره میچرخه این موتور گردون هم با باتری کار میکنه هم میتونید به طور مستقیم به برق وصل کنید با یک آداپتوری که توی بسته هست و از اون استفاده کنید این محصول خوب و با کیفیت این کباب پز کارا که تولید ایران هست یک تولید کننده خوب اون رو تولید کرده گواهی ثبت اخترا داره تولیدش به صورت انحصاریه دو سال زمانت داره پنج سال هم خدمات پس از فروش یعنی با خیال راحت میتونید این محصول رو الان از طریق برنامه پخت و پز خرید کنید تو منزل استفاده کنید تو پیک نیک هم تو سفر میتونید ببرید چون تمام این متعلقات مثل این باد بزن انبوری که اینجا داره چارده سیخی که داره و پایه ها داخل خودش جمع میشه به اندازه یک کیف دستی بیشتر از شما جا اشغال نمیکنه تو منزل میتونید گوشه کابینت قرار بدید در زمان سفر هم توی صندوق عقب ماشین یک فضای بسیار کمی رو میگیره قیمتش 299 هزار تومنه اما با 100 هزار تومن تخفیف یعنی با 199 هزار تومن شما میتونید این محصول رو از طریق برنامه پخت و سفارش بدید اما چطوری میتونید این محصول خوب رو سفارش بدید؟ همین الان تلفن همراه رو بردارید و عدد 6 رو به سامانه 1096 ارسال کنید با شما تماس میگیرن و این محصول خوب رو در منزل بهتون تحویل میدن در زمان تحویل کالا هم شما میتونید مبلغ رو پرداخت کنید. یک کم به ما فرصت بدید کبابا پخته بشه برمیگردیم باز با شما خواهیم بود خب کباب خوشمزه ماهی ما آماده شده و میبینید که جناب بهرامی هم تو این زرفون رو کشیدن آقا در خدمت شما این لطف دارین انتهای کار فقط یه ترکیب سوسی از کره آب کرده زعفران دم کرده و کمی نمک و فلفل اگه نمک غذاتون کمه میتونه لذت بخش باشه البته البته من زنجبیل رو اضافه کردم چون ماهی سرد هست زنجبیل و فلفل سیاه میتونه کمی گرمش کنه و باعث در واقع سردی, سردی کردن عزیزان نشه در خدمتون هستم خواهش میکنم شما هم تو منزلتون حتما این کباب خوشمزه رو درست کنید این دستوری که جناب بهرامی دادن ما با عزتون قبل از این الان بیا میگیریم تست کردیم خیلی خوشمزه است امیدوارم از این برنامه هم لذت برده باشید تا یک پخت و پز دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپریم خدا یار و نگهدار خدا نگهدار آقا من.